بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله, 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 الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله، الله الحي القيوم، يا سبحان الله، الله الله، الله، الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله برادرائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ده هفتهاي قبلي مع شما موضوع وسيله وتوصل سرش صحبت كرديم و كه از موضوعات مهم و موضوعات که زیاد جنجالی هم است موضوع همی وسیله و توسل و تقرب به الله سبحانه و تعالی می باشه و در هفته گذشته تعریف توسل و وسیله را در لغت و اصطلاح گفتیم بعد از آمدیم آیاتی که کلمه وسیله در قرآن آمده بود و تفسیری که علما کردن کلشی بود که وسیله که در قرآن عظیم شان است مفسرین کرام گفتن که منظور از وسیله در قرآن عظیم شان اما اعمال صالحی خود انسان است که انسان با اعمال صالحی خود میتانه که خدا به الله نزدیک بسازه و در هفته کلمه وسیله در احادیث هم آمده است مثلا در حدیث شریف کلمه وسیله آمده و معنای وسیله ببینید نسبت به قرآن و در احادیث باز فرق میکنه در آیات قرآنی وقتی که کلمه وسیله آمده بود به این معنا بود که تقرب جستن به الله با اعمال صالحی خود انسان بود اما کلمه وسیله در حدیث شریف حدیث صحیح مسلم است عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص میگه که از رسول الله صلی اللہ که میگفت اذا سمعتم النداء وقتی که شما آزان شنیدین فقولوا مثل ما یقول شما در جواب آزان آنچه که معزن میگه شما هم بگوین یعنی اگو الله و اکبر میگه شما هم الله اکبر بگوین اگو اشهد الله اله الا الله میگه شما هم بگوین ثم بعد از اینکه خلاص شد ثم صلو علی رسول اکرم صهممه که شما با باد ازی که ازان ختم شد بالای مه درود بفرستین ف انه من صلی علی صلاةا صلی الله عله بها شرا ه رسولاکرمممه که اگر کس بالای م درود بفرسته باز الله دهه مرتبه بالای ازو رحمت میفرسته بعد که اینکه ببینید در آزان اول آزان گفته شد باز گفت جواب آزان بگوین جواب آزان که گفتین باز ختم آزان درود شریف است که درود بالای رسول الله صلی الله علیه و ثم صلوا صلوا الله لی الوسیله باز رسول اکرم صلی که بعد از درود فرستین به الله دعا بکنین برای ما وسیله وسیله کدام یکی است همین که مثلا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتی محمدن ال وسیله یه نمی دواره این امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از گفته که باز بر ما وسیله بجوین این اینال باز خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلام وسیله را در حدیث ترجمه میکنه میگه که فا اینها منزلتون فی الجنه میگه نمی وسیله که شما بر دعا میکنین ای چی است میگه یک منزلت یا مقام است در جنت یعنی ما شما بعد از هر آزان دعا میکنین که پروردگارا بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام اینمی مقام منزلت در جنت عنایت بفرمان لا تنبغي الا لعبد من عباد الله میگه این مقام کس میگه شایسته نیست مگر به یکی از بنده ای از بنده های الله و رسول اکرم و ارجو ان اکون انا هو میگه ما امید میکنم که ما اونم شخصی باشم که امین مقام که در جنت هستی بر ما داده شوم فمن سال لي حلت له الشفاعه باز میگه اگه کسی بر ما وسیله دعا بکنه که پروردگار همین مقام بر ما بته باز بر ازو همین شفاعت ما حلال میشه یعنی اگر این مقام است شما دعا بکنین که همین مقام الله بر ما بته و وقتی که این مقام در جنت الله بر داد و کس کمی دعا را میکنه باز برازو چی حلال میشه؟ شفاعت مکه الله وقتی که در روز قیامت و رسول اکرام صلی همون مقام و منزلت را میده همیست که در وعید که ولی سوف یوتی که رب بکه فطرده الله بر تو به اندازه مقام میده تا که تو راضی شوی و رضایت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم و که همون یو... یعنی شفاعت امتش است که امت خدا شفاعت میکنه. پس اینال حتی ببینن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود از که پیغمبر است و پیغمبر العظم است و برش آیاتی آمده و برش وحی نازل میشه و در جنتی بودن در مقام عالی داشتن از او هیچ شک نیست باز هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلام کلمه امیدوار میگه ارجو جمعه امیدوار هستم ببینن با اونمو تواضعی خود آله بعضی کسایی که برای مردم خدا بسیار عالی قرار می و جای بلند میشینه و دیگه میگه بیا پایای مرا ماش بیا دستای مرا ماش بیا مثلا سر ما بیا مثلا خدا مثل سجده ور ما بگی عالمی کسایی که پیش از این میرن مشکل ای مشکلشان چی است مشکلشان این است که یا فکر میکنن که امی نفر جنتی هست در حالی که جنتی بودن به غیر از اونم عشره مبشره که رسول اکرم صلی الله علیه و بر از اونها بشارت جنت داده دیگه هیچ کس نیست خصوصا در عصر ما و شما هیچ کس ما گفته نمیتونیم که نمی جنتی هست و اینمی مثلا چی نداره کل ما گناهکار هستیم ای که مثلا کی جنتی هست کی مثلا مقام بلند داره که باز مردم میرن مثلا دست از تبرک میگیرن و سرش رو تبرک میگیرن و در خدمایش میفتن و بر از او عطا عبادت میکنن و همین نفر که به این کارها راضی میشه که یک نفر خود عبادت ذلت است وقتی که یک نفر آماده میشه که یک نفر در مقابل ازی از خود ذلیل بسازه این همین نفره که خودش رضایت نشان میده این تاغوت گفته میشه تاغوت چی میگن تاغوت کسی میگن که آماده هست که دیگرها بر ازی امو... کارهای مخصوص الله را بکنم سجده مخصوص کی است مخصوص الله هست رکوع مخصوص کی است مخصوص الله هست اینا لو کسی که آماده میشه که یک کسی بر این رکوع بکنه یا سجده بکنه و خود در مقابل ازی ذلیل بسازه و شکل نماز در مقابل ازی ساده شون یا مثلا تو به شکل بیخی هم تو پیش بره و پیش بره اینی نفره که به این گفار راضی میشه ایده در اصطلاح قرآن طاغوت میگن تاغوت میگن تاغوت کسی است که میخواد که عبادت از عبادت الله برای انجام داده شوه مثل که فرعون میگفت انا ربکم الاعلی و یا میخواد که قانون خود بالای مردم تطبیق بکنه این هم تاغوت است مثلا امی رهبرای مارکسیزم و لینینیزم و این امی و دموکراسی اینا هم تواقیت گفته میشن به حساب اصلاح قرآن چرا اینا میخوان که قانون خودم به قانون الله قانون ساختن میخوان که این قانون تطبیق شه اینی است و کسی که میخواد که بغیر از الله برزی عبادت شوه و این راضی هست این تاغوت گفته میشن. اینا اگر مثلا یک عالم یک مولوی یک پیر یک شیخ یک مرشد اگر این راضی شد به که مردم به در پای از سجده بکنن بر از رکوع بکنن خب عبادات مخصوص الله را در مقابل از انجام بدن خودم این شخص چی گفته میشه این تاغوت جور میشن. و کسانی که کارم میکنن اینا که یا مشرک گفته میشن چرا یا در عبادت الله چی کردن ایر شریک ساختن. چون ما و شما فقط مسلمان ها که ایا کنه بودو و ایا کنه است این پروردگار را ما فقط به تو عبادت میکنیم و فقط از توی سعانت و کمک میخواییم این حاله این از این خاطر شما این وقتی که احادیث هم میخواییم ببینید که تواضع رسول اکرم صلی الله علیه و سلمی است که بر رومت خود که بعد از که شنیدین شما چی بگوین؟ درود بگوین و این حدیث حدیث صحیح مسلم است. دیگه این حال است که مسئله چیز خب این دمی, دمی حدیث امی کلمه وسیله آمده خب این حال دیگه از جمله کلمات ما بفتیم کلمه تقرب از سرش بحث میکنیم کلمه تقرب در قرآن عظیمشان کلمه تقرب هم در قرآن عظیمشان آمده که در چندین آیت آمده که ما یه آیت جمع کردیم و اینی سر هر کدام از این ما شما ببینیم فقط در قرآن کریم تقرب دو قسم معرفی شده مثلا یک نفر میخواه خدا به الله نزدیک بسازه دو قسم ذکر شدن تقرب جستان به الله در قرآن از این در آیات دو دو شکل بیان شدن اردو قسمش بیان شد اول قسمش چی است تقرب اهل توحید است یعنی قرآن از این معرفی میکنه که وقتی که موحد میخواد به الله قریب شوه چی قسم و مشرک میخواه که به الله خدا نیزیک بسازه این چی قسم است یعنی یک کسی اردویش یک هدف دارن میخواین خدا به الله نزدیک بسازن موحدین چه قسم به الله خدا نزدیک میسازن و مشرکین چی قسم میخوان به الله خدا نزدیک بسازن پس بر ما و شما اردو را گفته شده ان هده اینا, اینا سویله ما را را رهنمایی کردیم ایناله لی اما شاکرن و اما کفورا آلا الله اردو را را نشان میده که اینی مردم هم میخواستن به الله نزدیک خدا بسازن اینی مردم هم میخواستن خدا به الله نزدیک بسازن منطقه اینی هایش موحد هستن پیش الله اینی های چی هستن؟ مشرک هستند پس شما امت رسول اکرم صلی الله علیه و که پیروان قرآن هستین اردو را را یاد بگیرین از اون رایی که شما را در رای توحید میبرد از او استفاده کنین این رای دیگه که شما را در شرک میبرد از این دوری بکنین این حال مثلا ما و شما آیات هم میخونیم آیت اولیه است که قسم اول آیاتی که درباره شون آمده تقرب جسان اهل توحید است یعنی موحدینه که قبل از ما و شما بودن از زمان آدم علیه السلام تا آمدن قرآن عظیم شان کسایی که موحد بودن یا چه قسم تقرب می جستن و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم تقرب می جست این همین آیات شریف میگه مثلا در یک آیات شریف چی میگه میگه و من, من بالله والیوم الاخر و مَا ما ینفق قربات عند میگه بعضی از اعراب هستن کلمه اعراب وقتی که در قرآن عظیمشان استعمال میشن این چیز جمع اعرابی هست اعرابی مردم های که در صحراها میشیشتن میگه بعضی از این مردمای های که در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن میگن من کسان هستن که یؤمن و ایمان دارن بالله و بالیوم الاخره ولیام الاخر که اینا ایمان به الله و روز قیامت دارن یعنی الله تایید میکنه که اینا واقعا مؤمن هستن و واقعا ایمان به روز قیامت دارن یا چی میکنن میگه می کسایی که واقعی مؤمن هستن به الله و به روز آخرت ایمان دارن میگه و یتخذ ما ينفقو اینا آن شده که نفقه میکنن در راه الله قربات اندالله الله پس پس یا چی میگن عمو مصرف و نفقه که میکنن پس چی شد عمل نیک خودم یعنی میخواین که به الله نزدیک شون یا چی قسم خدا به الله نزدیک میشن ایمان به الله روز قیامت دارن آل نفقه میکنن سر فقرا و, و مساکین و مظلوم و یتیم و بیوه و تراب. برزنا کمک بر ازنا کمک میکنن این نفقه خدا وسیله بر چی میگن بر نزدیک ساختن خدا به الله میسازن این یکی از وسیله تقرب ده شریف این هست خب خب رسول الرسول و دیگه اونمو دعاهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنن و دعای پیغمبر اینا چی میلتن؟ که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالا بر از اینا دعا میکنن ایره هم وسیله تقرب میگیرن الا انها قربة الله میگه آگاه باشین که اینمی وسیله نزدیکی بر از اینا هست پس انسان اگر نفقه صرف فقرا میکنه بالای مسلمان ها دل می سوزانه بالای فقرا دل می سوزانه برای مسکین و یتیم بیوه برای برای تربیه یتیم برای رعایت از اینا برای تعلیم از اینا زحمت میکشه و همچنان آل خود الله دعایش نیست پس اینی می کارا را وقتی که میکنه این چیست؟ ای وسیله قربت است که انسان چی میکنه خب یکی آیت دیگه چی است آیت دیگه ش... 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 که سوره علق آیت 19 است و آیت قبلی که ما برتان خواندم خب این سور چی هست؟ سوری علق آیت نزده هم میگه کل لا تو تاهو و وقتر ببینید این آیت شریف هم کلمه قربت و نزدیکی استعمال شده لکن الله چی میگه بر ما؟ میگه واسجد وقتر پس ای کل ای آیت آیات و آیات قبلی رو بر ما تشریح میکنه در آیات قبلی ما گفتیم که وسیله چی بود اعمال صالح خود انسان ایمان اعمال صالحه و دعوت تواصل بالحق سوری و العصر آلی ای آیت دیگه انوزی رو تشریح میکنه بسی ای شریف چی میگه مستقیما میگه تو میخوای به الله خدا قریب بسازی چه قسم خدا به الله قریب بسازی گفته که پیش کدام شخص برو در کدام قبر برو ایتو به الله نزدیک میسه یا گفته که وسجد چی کن؟ سجده کن پس انسان مسلمان وقتی که سجده میکنن با سجده به کی نزدیک میشن به الله نزدیک میشن این ای هم از, 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 از موحدین است دیگه آیت شریف که از موحدین میگن که مثلا انسان موحدی که خدا به الله میگه که اذا سألک عبادی عنی فا اینی قریب میگه وقتی که سوال بنده های ما در باری ما سوال میکنن من به خود نزدیک هستم پس اناله ببینید بی اینجا مفسرین کلام حتی در باب عقیده چی میگن میگه شما کل آیات مقایسه بکنین در دیگه آیاتی که درباره عقیده نیست مثلا میگه و که عن المحید ای پیغمبر تو را درباره حیث سوال میکنن بازو یک کلمه قل آمده بر پیغمبر گفته که تو معلم هستی تو برشان بگو و که عن المحید قل هو اذن و عن الروح در اونجا باز گفته قل و دا وای سلون که ان الاحل قل هی مواقیت للناس میگه اما در اینجا چون مسئله عقیده هست حتی برای پیغمبر نگفت که قل تو بگو گفت که اذا سالک عبادی عنی وقتی که بنده های ما از من سوال میکنه ف اینی قریب من به بنده های خود چی هستم قریب هستم یعنی شما بین خود و بین الله عطا پیغمبر در این قسمت قرار نتی تو بنده هستی پیغمبر معلمت است توحید یاد داد عبادت یاد داد نماز یاد داد حال میخوای به الله نزدیک شوی چی میکنی میگه اذا سالك عبادی عنی فانی قریب من به بنده خود نزدیک هستم از پیغمبرم که الله به بنده نزدیک است از ملائکه کدم الله به بنده خود نزدیک است از این خاطر ما نیاز نداریم که وقتی که به الله دعا میکنیم پیش جبریل علیه السلام بریم بازو رو واسطه بکنیم یا پیش پیغمبر بریم او رو واسطه بکنیم یا پیش یک شخص دیگه بریم نه این نیست اذا سألک عبادی عنی وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال میکنن ف انی قریب ما به بنده های خود نزدیک هستم باز چی میگن اجیب و دعوت دا من هستم که اجابت میکنم دعای دعا کنین دارن پس شما اگر میخواین که به من نزدیک باشین اول شما اجابت مرا بکنین یعنی چی مانه؟ یعنی الله میگه که اول من به بنده خود نزدیک هستم ضرورت به دیگران نیست یکی دوم اگر شما میخواین که به الله نزدیک شوین باید سجده بکنین سوم میگه وقتی که شما میخواین که به الله نزدیک شوین شما اول باید من دعایتم میشنوام لکن به شرطی که تو اول اجابت عوامر مرا بکنیم درست بساز اعمال تا درست بساز غذای تا حلال بساز لباس تا حلال بساز عقیدی تا جور کو طاعت ایبادت عبادت تا بکو بعد از او برای من رجوع بکو پس الله میگه فلیست جیبولی ولیؤمنو بی آلی کسایی که میگه شما به من اجابت بکنید و ایمان برین این اینجا حس اصل چی شد که وسیله نزدیکی به الله چی است که الله به بنده خود نزدیک است به شرطی که بنده ایمان داشته باشند به شرطی که بنده اعمال صالحه داشته باشند. به شرطی که بنده سجده بکنه با این ایمان داشتن و عبادت خوب و عوامر الله را تطبیق کردن و سجده کردن به الله تو نزدیک میشین اینی هست چی است اینی،, اینی هست راههایی که قرآن انسان نشان میده که چه قسم خدا میتونه به الله نزدیک میسنم آیت چهارمی که در این باره هست که در این کلمه همین تقرب آمده میگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه الله میگه ولقد خلقنا میگه ما خلق کردیم انسان را و میدانیم که ما توسوس بی نفس آنچه را که وسوسه میکنه نفسش و نحن اقرب الیه من حبل الورید میگه ما به بنده خود از شارگ گردن شام کردن نزدیکتر هستیم این شارگ گردن است وقتی که شارگ گردن است و بنده به الله از الله به بنده خود از شارگ گردن هم نزدیک است با علم خود با علم خود الله عالم الغیب است پس از شارک گردن تام کرده آنچه که در قلب است چون عالم الغیب است به تو نزدیک است و هر لحظه تو را و آنچه که در قلب تو خطور میکنه این میمانه این اگر یک کسی موحد است و یک تا پرست است و این میفهمه که وقت انسان قرآن میخونه و عقیده خود از قرآن میگیره خود به خود آیات قرآن قلب انسان از مخلوق دور میسازه مخلوق هر قدر مقام داشته باشه بازم در مقام الوهیت ایرا قرار نمیده پس مقام الوهیت مقام که انسان به خالق خود رجوع میکنه اینمی هست که وسیله تقرب زیاتر زیادتر مردم ها که هست والا ما توسل با فلان شخص میکنیم توسل با فلان شخص میکنیم چرا ای زیاد پشت اشخاص ما کم گرفتن به که آیات قرآن و عظمت خالق در قلب ازی جای نگرفتن شیطان چی میکنه؟ شیطان میکنه که عظمت مخلوق در قلب انسان جای بده و توجه انسان به طرف مخلوق باشه قرآن میگه نه عظمت خالق باید اینجا چیز شده در قلب تو جای بگیره اگر میخوای به الله خدا نزدیک بسازی به سجده به الله نزدیک بساز به ایمان به الله نزدیک بساز مشکل داری به الله المجیب صفت پیغمبر نیست المجیب صفت جبریل علیه السلام نیست المجیب صفت الله از اسم الله الحسنا المجیب است از این خاطر میگه اوجیب و دعوت الدا و در یه دیگه چی میگه باز میگه و نحن لاقرب الیه من حبل الورید ما به این بنده خود از شارع گردن شام که نزدیکی هستم به شرطی که این بنده ایمان داشته باشه به با شرطی که این بنده عقیده داشته باشه به با شرطی که بنده به قرآن و به عظمت خالق ای عقیده داشته باشه به با شرطی که تحت تاثیر مخلوق نرفته باشه این شد نو اول آیاتی که درباره امی تقرب یا نزدیکی، نزدیک شدن بنده های یک تا پرست است انال قرآن عظیم شان وقتی که چیزای خوب نشان میته چیزای منفی را هم نشان میته که مبادا شما به مرضی که بت پرستا و کسای دیگه که مشرک شدن به او شما مبتلا نشین ایره هم بر ما نشان میته که اینه این

اینا رو چی میگه میگه مشرکین حالا قصه ایشان میکنه میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا کسانی که بغیر از الله دیگرا را ولی و دوست خود گرفتن الله ولی الذین آمنو دوست حقیقی مؤمنا کی هست الله هست اما کسانی که ایواز دوستی الله دیگر دوستار اختیار کردن یا میگه چی مشکل داشتن میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا یا چی میکردن مستقیما به الله رجوع نمیکردن اول میرفتن پیش یک مخلوق یا از این مخلوق مجسمهش بود یا قبرش بود یا هر چیزی که دیگه بود یا درخت یا هر چیزی که بود میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا میگه وقتی که این کسانی که با غیر از الله دیگار اولیای خود دوستای خود گرفته بودن یا چی میکردن میگن یا میرفتن پیش بتها پیش قبرها به مخلوق رکو سجده میکردن خب از پیش از اینا پرسار میشد که شما خدا را میشناسین بله ما خدا را میشناسیم خالق آسمان و زمین کیست میگه الله هست خی پیش ازی بود چرا میری به قبر چرا سجده میکنی جواب مشرکین قرآن برای ما و چی استدلال میکردن؟ میفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا میگه ما یاره عبادت نمیکنیم مگر به خاطر ازی که یا ما را به چی میکنن یا ما را به الله قریب میسازه پس مشکل بود پرستا و قبر پرستا چی هست که اونا عقیده دارن که الله دور است بعید است به ای قرآن که گفت و نحن و لعقرب و من حبل الورید باور ندارن به با یه ای آیت باور ندارن که وست شد وقت تره بیان باور ندارن به با چی باور دارن که والله از ما الله بسیار دور است پس چی کنیم؟ پس ما میایم اول به این مخلوق خود نزدیک میسازیم ای باز ما رو چی میکنه؟ به الله ای ما رو قریب این گپ پس کجا پیدا شد؟ اساس گپ چی است؟ اساس کپی است که اینا یک مشکل شرکی دارن او مشکل شرکی چی است؟ او مشکل شرکی است که خالق متعال با پادشاه ها و رئیس جمهور ها تشبیه میکنه تو می خالق متعال با کی تشبیه میکنه؟ با پادشاه ها تشبیه اینال ما ای مثالش عملی برتان نشان میدم. مثلا یک نفر که قواری خود پادشاهی داشته باشه بیرم جبیش کنم دیده در رئیس جمهور آینده. خلیفه مسلمان ها داره بسیار خب. چون کلمه رئیس جمهور در حاموس اسلامی جای نداره. کلمه رئیس جمهور کلمه است های بسیار دیگر دارن. خب. آنه مثلا مثلا مشکل مردم در چی هست؟ مشکلی هست من براتون گفتم که شرک از کجا پیدا میشه و مشکل از کجا پیدا میشه. مثلا ای کسایی که میگن ما به الله مستقیما رجوع نمیکنیم پیش دوست الله میریم تا او ما را به الله قریب بسازد چرا این عقیده خود از کجا گرفتن اگر از قرآن میگرفتن خب قرآن چی گفت اذا علک عباد یعنی و اینی قریب خب اول چرا مثلا یا ای کار میکنن به خاطر از یا که یا خالق با مخلوق او خالق متعال با این مخلوق چی کردن با پاچه ها تشبیه میکنن چه قسم تشبیه میکنن مثلا اول بیاین کیره بفایم باز رو میفهمیم آل من یک کارم بند است یک عریضه دارم پیش پادشاه است خب آل من میخوایم که پیش از این پادشاه ها تو عریضه داده است میای در پیش پادشاه وقتی که میایی تو بیاییم خب اول اینال اینی سیف بادیگار از این است هست سیست آل من که اینجا بیاییم میگه مو بیادر من گلیجر. اگر اینجا دارم میخوایم پیش از او برام. این میگه نه ای نیست های نیست چی نیست؟ اجازه نیست با نه را بند است چرا را بند است؟ واچه ظالم است این مردکه رو در را استاد کرده سیز نه؟ پس ما بعد از این رفته؟ نه میتونه سیز شد نه؟ اگر پاچه ظالم نمی بودی نمی بود بیره رفت از کامل بار کردیسی پس ما فهمیدیم که پاچه ظالم است ای من اجازه نمیتا که من پیش از او برم ای از خواه yes. آله من مجبور هستم به خاطر که پیش خود از او خدا برم آله بیاندم خیر از ثواب داره کلا مردم من ماندی امرا مانده که نه آره. نه مانا چی میکنم؟ من همه کس را پیدا میکنم این این اپر از بسیار آدم قوی مثلا این برادر سرطان خواهد سرطان خواهد سرطان خواهد خود اندالای کس نیش این حال که جامل وقتی که پیش از یامل از کتر زیکی

اگر چی خنالی پادشاهه بر من انال خوب احترام هم میکنه جورتوسانی ها میکنه چرا هیچ نفرش هیچ نه این هیچ گپ نمیزنه لکن آل که شناختهش اومده بخاطر خاطر ازی بر من خوب یک بادام و پسته و خستان میمانه و ارزی چی میکنه امضا میکنه خب پس چرا ما وسیله رفتیم پیش یک کس دیگه گرفتیم که این مرا بر ازی نزدیک ساخت به خاطر چی که پادشاه چی است یک دلیلش دومش احیانا مثلا ما چرا وسیله میگیرم برای خود بگم بیا به خاطر اینکه ما خودم ظالم هستم پاچا خوب الان است لکن ما مستحق این تجریب زمین نیستم از طریق از این چی کنم امزای چی کنم امزای جعلی بکنم پس واسطه که میبریم ما روز رفتیم یک جای یک 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 یک, یک پاسپورت کار داشتم نه رفتم که دو جای مردکه میخواستم حج برم رفتم برای همین نفر گفتم گفتم بابا صاحب چی هست دارم دروازه گفت نه نه اجازه نیست فلان نیست فلان پیش همین نفر که رفتم دیدم سرم میز شیشته همین که پاسپورت میداد ایت روی خودت بالا نگرد گفتم سلام علیکم خیر سلام جواب سلام آدمگری دیگه پاسپورت ندیم آدم گری سلام و خوالی بی هیچ نمیگیره تا چوب اسکر گفت نه نه اجازه نیست برو یک ماه بعد اما با سوابش رفتم یک کسی که پیدا کردم آوار صاحب برامشش استاد او برش مارکت یی استاد است این اینترس است صاحب ای رفت با آدم ما آورد بستا ما آورد من دیگه در می سنتی که سعی میکنیم دیگه برام احترام میگم استاد محترم ما با استاد احترام داریم قدر داریم فلانی داریم اما گفتم نه خائن من دیروز استاد نبودم ای خو مرا استاد جور کرد سیزنی دیروز خو تو مرا استاد کرده بودی آل که شناخته پیدا کن توی که احترام پیدا کردی با آدم پسر نه آدم خو نیستی خو مجبور با تو تشکر سب قربان دارد. ما سب خدمت داریم آجیل پاسپورت تو دو دوالا میشه آجیل کارت میشه فلان میشه خو خو کار مرا کرد لیکن من قلبا چی فامیدم؟ فامیدم گفتم تو ظالم هستی؟ تو خاین هستی؟ تو عدالت نداشتی؟ اگر میداشتی خو دیروز همی کار مره میکردیم احترام هم. پس انال وقتی که پیش پادشاه آدم میبره وسیله و سه, سه دلیل داره. یک دلیلش پارچا ظالم است یا خود پارچا ظالم است یا دو ما ظالم هستم که میخوایم کار ناروای خود رشته ایم قبر میرم وزیر ساعت میشم سیزه؟ ها؟ یا مثلا رشته سای وزیر تناسپورت و فلانی میشه تیاره را عمرش هم سیزه؟ انال یا ما ظالم هستم یا ای ظالم است و یا ای ما پاچا به چاره نمیتونه کل کار مردم بکنه مجبور است برای خود چی بگیره؟ بادیگار بگیره وزیری بگیره چی بگیره؟ اگر کسی برای الله و... 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 واسطه میبره مخلوق یا در عدالت الهی شک داره کفر است متوجه شدین؟ یک خطرش در کجاست؟ بعضی کسا من هم بی خوب آدم نیست ما در کوب آدمی هیچ شک ندارم سیز نه؟ این که کمک کرد اما مشکل ما که چی در چی هست؟ که تازی آدم هست این وقتی که بسیاری وقتها ما میگیم که بسیاری کسا ما میریم پیش از دوست و خدا که رو به خدا نزدیک بسازد. چرا پیش از دوست و خدا میری که ایمره به خدا نزدیک بسازن؟ یا در این شک داری که الله عادل نیست مثل از این پاچه چی رو بده یا خود ظالم هستی اوامر الله رو تطبیق نکردی اوج نماز خوانده میشه تو نمی نماز فرضی رو نمیخوانی در قبر شاه شمشیرش چنگه وزی توق شور میتی سیز نه؟ میخوای از طریق شاه شمشیره نمازهای تو او بخوانه او برای یک کارت بده چرا من نمیری نمازی نماز نمیخوانی کامل اینجاستی؟ یا این دو مشکل داری؟ یا سه و مشکلی هست که الله تنها کار خود خودش به بنده های خود رسیدگی العیاز بالله نمیتونه پس ما مجبور هستیم پیش کی بریم پیش سکرتر و پیش رئیس دفتر و وزیرش بریم از این خاطر آیت قرآن چی میگه برای مسلمان ها؟ ادا سألک عبادی عنی فا اینی قریب اول من به بنده خود چی هستم؟ نزدی شما صاحب بفرمایید با کار نداره سیزی؟ ها؟ مطلب واضح نشد نشد آلی عقیده خود تو نیست که مثلا این نفر در خانه مسلمان پیدا شد والله در افغانستان یک است که والله مثلا پدر پدر, پدر کلان مسلمان بود خلاص که من هر کاری که کردم من مسلمان است نه عقیده خود وقت کار داره تو باید وسیله را بفهمی توسل را بفهمی علت از که چرا مردمه حال قرآن از این شان میگه که والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسایی که به از الله ولی و دوست گرفتن چرا برای عبادت میکنین؟ چرا به این بت میری سجده میکنی؟ چرا به این قبر میری سجده میکنی؟ دلیلشان چی بود؟ قرآن از شان میگه میگه یا دلیل میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ما یا را عبادت نمیکردیم مگر اینکه ما را یا به الله چی کنن؟ نزدیک بسازیم این حال سکت قرآن عظیم شان دو نقطه دقیق دیگه گفتم اول وقتی که پیش مخلوق یا می رفتن رکوع می کردن، سجده میکردن به نام مخلوق نظر می خودشان می که ما با مخلوق عبادت کردیم بیمی بی؟ ما نعبودو هم گفتن نعبودو هم. پس کسی که با مخلوق میره نظر به نام مخلوق میبره ما به نام شاید شمشیره نظر میبرم این دیگل واره به شاید میبرم که شاید شمشیره مرا به الله نزدیک بسازه پس اینجا به شاید چی کردم؟ عبادت کردم چرا نظر چی نظر چی است؟ عبادت است. عبادت که به مخلوق کردی چی شد؟ مخلوق در عبادت خالق چی کردی؟ شریک. نکردی. تنها دمی کار کردی. بر مخلوق رفتی سجده کردی. دیگه کل کارایت الله کردی. در سجده که عبادت الله هست مخلوق چی کردی؟ شریک اینجا خطرش. اینال کسایی که در درس عقیده اشتراک نمیکنن و می که ذکر بکنن و عبادت بکنن یا بیچارا برشان مشکل اعتقادی پیدا می و خطرناکترین دشمن شیطان است شیطان تو را وسوسه می کنه امی گپا رو کسا والا من این نفر دوست دارم ای ما در دوستی نفر شک نداریم ما در دوستی و خوب آدمی شاید شمشیره شک نداریم ما در دوستی و محبت و بلند مقامی صحابه کرام شک نداریم لاکن ما نمیخوایم که یاره در بین خود و خالق خود قرار بتیم چرا؟ به خاطر که خود خالق گفته که کسایی که مشرک بودن قبلا میرفتن به قبر یهود و نصارا که به قبل لعن الله الیهود و نصارا اتخذ و قبور انبیاء مساجد قبر پ... قبرهای پیغمبر چی ساختن؟ سجدگاه ساختن چرا به قبر پیغمبر سجده میکرد؟ میگه پیغمبر مرا به الله چی کنه؟ نستید. پای تو که برای سر پیغمبر نیست شخصیت پیغمبر هیچ کس این کار نمیکنه شخصیت اولیاء الله را هیچ کس این کار کرده نمیتونه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون آیه قرآن است اولیاء الله شخصیت های بزرگ هستند لکن مشکلی است که تو دوین الله و بین خود اولیاء الله را چرا قرار میدی آیا الله دور است که میخوای از تری خدا نزدیک بسازی؟ آیا الله اجابت نمیکنه که ایبر ایره اجابت بکنه؟ آیا در عدالت الهی شک داری؟ از خوا... شک داری؟ از این خاطر میگه که این مردم های مشرک میگفتن که ما اینا را عبادت نمیکنیم مگم به خاطر چی عبادت میکنیم که لیقربونا الی الله کیا مر به الله چی کنه؟ غریب بسازن. الله چی میگه؟ قرآن رسول اکرم قرآن نگذاشت ما مردم افغانستان که مشکل داریم و تمام روز جنجال است علی وهابی هستن علی فلانی است فلانی است اینی میگه پاره کشیدن که قرآن نخوان که وهابی میشی آیات نخوان که وهابی میشی حدیث نخوان که وهابی میشی از اصلا, اصلاً مشکل ما چی است که از قرآن ما را به شکل از اشکال چی کردن دور ساختن یک نفر از خوفتن میشینن تا صبح من میگم که مولانا مولانا خراب آدم بود ما هم ادبیات خوش داریم لکن شعر مولانا خوب است یا یک آیت قرآن ما صاحب در قریه مولانا خان است در یک قریه سه بیری پانزا تا مولوی کلش مولانا خان من این در قریه تون یک مفسر قرآن باشه که یک آیت قرآن بر مردم تشریح کنه که امه قبرشان بویه که صفت موجب الله چی است برو همه از بسیار مثلا برو در بسیاری جای مثلا برن این اینه تا این تاور مثال در یک مسجد یک کسی هست مثلا ده سال مولانا را خوانده برو برش بگو برادر عزیز ده سال مولانا خوان یا اس تا چند بجی شب میشین تا دو بجی شب همین صفت موجب الله را بر ما در دو جمله دو دقیقه گپ بزن والا میگیره من نمیفهم الان نمیفهم پس وقتی که صفت الله را نفامیدی نفامی چطور میتونی که تو یک انسان یک تا پرست باشی نمیفهمه چرا؟ از این خاطر مشکلی است که ما را به شکل از شیطان از قرآن و از فهم قرآن چی کرده؟ دور کرده اگر میلده مزید بگویم برادرای عزیز به خاطر معرفی یک رهبر مثلا فلانی از رهبرای اسلامی یک محفل داریم باور بکنید دا این مسجد جای شیشتر نیست سیست باور بکو اگه این همین روز دمی هفته برو اعلان یک چند مسیج تور مثال روان کو بگو روز جمعه ساعت دوانیم بجه در مسجد عثمان سرک چی میگنمی این نوابات دکیپک عقب تانگ تیل بسیر سالنگی مسجد عثمان امامش مولوی صاحب عبدالسلام آبد اینجا روز, روز جمعه ساعت دونیم بجه ایواز درس عقیده معرفی یکی از شخصیت های سیاسی است. نامش بگی باد از صاحب بیا اینجا صاحب در این که پلاستیک ها دروازه صاحب بوتایت وقت در پلاستیک میمانه صاحب بوتلای هاو صاحب پیشریت ماندگی است سایب با سایب کنی که مثلا کت چپن و کت قرقلی سایب بوی کل لگی آمده سایب شیشتگی والله اگه بر استاد دایی نوبت هم برسن از استاد دایی باز از اون سایب در آخر یک سوال میکنیم بازو باز اون اتاقه باز اکتون گم میدن استاد وقت بسیار زیق است بسیار کم است اه... یعنی شما یک بته اضافی آمده این دیگه خواسته میتونده میلست یک کمک متوجه باشین خب بچشم سه با بازیگان افق می مواد صاحب اگه مریض نه نا... نه نه شما را به خب خاطر از گفتیم که بازی جوان ها که به خاطر شما آمدن یار خواستیم چون دلس نام تان است که یک 80 نفر یک نفر از خاطر شما هم کار شود اینجا بیا خب اون تو خودت گپ مپ نزن دیگه تو بون که همین وکیل صاحب گپ بزنه بون که این نو گپ بزنه که اما اگه برای این مردم بگی که برادر عزیز صفات الله بیان میشه این مسجد تو بازی یکی رو, ببینی صاحب یکی صاحب یکی رو ببینید صاحب کتابچه یکی و پالوگا که وقت کنم یکی دیگه رو تو باز لم لم کرده در نیمه درس میعه صاحب درس از پیش رفته نیم دیگه شد دیگه رو صاحب کنی خوب فاجه اگر رفته تو خدا ما کام میگیره که باز کمی فاجه ایم با اون صاحب یک چند تای دیگه سایب که درس صاحب, صاحب تیر شد خدا اواق کرد تو با من خدایی خدا کشید به خاطر که ما مشکل دا چی داریم؟ نمیخوایم که عظمت خالق و صفات خالق در حالی که ما باید کل عمر خدا برای چی بدیم به شناخت خالق متعال بدیم یکی رو بگید چطور است والا سه دمی من آمده یک جای ختم بود دیگه چه بگید خود شما سه والا خوری بچه همه بچه کاکای چه کیانم خرکتی بابا کلانم شیرنی خوری از او بود او فلانی چی بود ای رسه به یک شکل از اشکال شیطان ما رو چی میکنه از درس اخیده چی میسازن؟ دور می سازن. و وقتی که درس عقیده را نفهمیدیم و ج... نقاط دقیق دقیق است باور بگید این توسل که من بر شما درس میتونم سه ما خودم نفهمیده بودم این سه ما میره درس دادم امی جمعه گذشته چرا <applause> یک دو جمعه پیش من یک تیر خدا وردم. مکه که درس کلیم سه خلاص نشده باشه یک بانه برش جور میکنم درس نمیتونم سه ما تحقیق کردم سه ما بعد. همین گپایی که آل ما بر شما فهمیدم این کتابا به خانو را به خانو تفسیر او را او را او را تا بالاخره این کلش شد اینه بر شما مثل یک مسکه واره از دست ماس بر شما پنج کیلو مسکی خوب کشیده میشه می میکنم این چه سر باز میگه والله اصفیب در افغانستان کس تبلیغ نمیکنن تو که امدی چیشتی از این خاطر در افغانستان چون درس عقیده را مردم نمیفهمه بازار چی گرم است بازار زیارت ها ایش پش ملنگ است چند قسم ما ملنگ داریم یک ملنگ اشپش ملنگ ما گفتم این چه قسم است یک گفتم چه قسم ملنگ است گفتی چل سال میشه خدا نمیشوی این بیخیش پشت دادم ها حالا واقعیت هاست ما, ما, بسیاری وقت آله برادر تو چرا نمیشوی؟ بخاطر الله من گفتم الله خود گفته رسول الله صلی که باید در هر جمعه مسلمان جی آل تو چل سال یک دفعه هم خرابیش خرابی نکردی مثلا یا هیچ دیگه تو بیخی تفلک هاست اینجا خونساستی اگر خرابی که دیش چل سال خ تو بیخی وضعیتت خراب است ولی بیش, بیش ملنگ بیچاره نمیفهمه دیگر اصحای باورده نیکی هست گفتنی شربت ملنگ است خب بازی یک ذره خوب رو بهش بلند بده دیگه اوش خرد ثابت یه کمه که یه چیزی شربت ملنگ فی بره این مجلسا که دمی قبرستانا گرفته میشه بازی بر هر کرد برای بسیار اخلاص چون اومدی به قبر سجده کردی و رازی فلانی کردی دیگه این چیز از این خاطر برادرای عزیز محترم ببینید این صفی اول قرآن از مشان ما بسیار برای دوستا تکرار میکنم در صفحه اول قرآن سه تایفه را برمانشان میده باز کل قرآن زمین سه تایفه گرد میزنم انعمت علیهم مغضوب علیهم دالین هست نیست اگه می سه کلمه را فهمیدی مشکل زندگی و اسلامیت رفع میشه اگه سه کلمه را نفهمیدی تا آخر عمر با تکلیف است دالین کی بودن مغضوب علیه کی است و انعمت علیهم کی است دالین کسی که اخلاص داره عمل داره عبادت داره علم نداره اینیا دال گمراه شدن نصرانی ها بسیار خوب اخلاص داشتن بسیار خوب تقوا داشتن بسیار خوب بردبار بودن بسیار خوب عمل میکردن لکن علم نداشتن چون, چون علم نداشت شیطان شرک آورد در بین اخلاصش داخل کرد پس اخلاص تنایی تقوای به علم به درد نمیخوره که تو در درس عقیده نشینی و تو شیخگری بکنی این یکی این دال است تا روز قیامت کسی که اخلاص میکنه و تقوا میکنه و عبادت میکنه و علم نداره این خود به خود در دالین داخل میشه قرآن میگن کسی که علم داره خوب عالم است لونگی صاحب چی میگه و کالای صفی چی میگه و قیفه چی میگه ای باز اخلاص نداره عمل نداره تقوا نداره ای باز غضب الله سرش نازل میشه علم به اخلاص و به تقوا عالم باشی اخلاص نداره تقوا نداره غضب الله سرش نازل میشه چرا ای عالم حق باطل میگه باطل چی میگه حق می. ای علمای یهود ای بودن یادت از اونا بود خوب عالم بودن و تو پیغمبر هم مشناختن یعرفونه و کما یعرفونه ابن اهم قرآن میگه از بچی خودم که پیغمبر خوب مشناخت لکن چون تقوا و اخلاص نداشت علم داشت غضب الله سرش نازش پس اگر تقوا و عمل و اخلاص داشتی علم نداشتی در دا دالین داخل میشه گمراه میشه اگر علم داشتی تقوا و اخلاص نداشتی غذب الله سرت نازل میشه باس اگر میگه که در جمله انا هم تعالی داخل شوی با چی بکنی علم و تقوا عقیده را بفهم تقرب بفهم وسایل را بفهم بفهم که الله به ما اش شارگ گردن نزدیک است بوبم که شفا در قران است اله وقتی که من میفهمم که شفا در قران است و الله از شعره که گردن نزدیک است برم یک تکلیف پیدا میشه براش میگم که یا رب یا پروردگار یا الله سجده میکنم مسجد وقت مریض اسم سوری فاتحه شفا اسم میخوانم اما بعضی کس میگه نیست شفا در قرآن نیست در کجاست؟ در زیارت غزنی سایب است قرآن میگه وانو نزلو الله میگه وانو نزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین برای مؤمن شفا و رحمت در کجاست؟ آل تو یک دفعه سر مریضه که تو میبری به غزی یک دفعه سوری فاتحه رو با عقیده بخوان اما میگه نه قرآن نیست شفا کجاست شفا؟ ببرش کجا؟ ببرش بابا کلان ما شپول بابا نام داره بابا ما که نواسایش هستیم یکان که می گستان من مریض استان والا سه مولوی سه توش شما چی هستین شما که یک خط کش کنین سیزن مریض جور میشه والا خود ما مریض شدیم شست و پنج خط کش کردیم هر کس خودش خودم مشناس این چه قلعه است بزور ازاری را در دست ما چخ میکنه اینال بازو که یک کمک تقوی داره میگه گفنش خواهدی ازاری حرام است که باز تقوار است میگه خدا شرمنده است بتی پر دجیب است یعنی یه خط نیش آن ذات خط است کرکویل نرنویل خرخویل جرجویل برش نشته میکنم بگیری چی کن؟ اینه باز های میگیری بگی که شبیه که در کمرت بسته کو اینه در کلیت نشن کن چی گفت شد؟ در تقدیر از دختر رفته اونو من میتونم تقدیر الله را تغییر بتم اون رو بچه بسازم پیغمبر نمیتونه ما چی کاره هستیم اما گفت سر چی است؟ نفس رازی که او در درس عقیده اشتراک نمی کنه باز امی کسی که برای از این خرخبی لازی خر جور می کنه بازی چی می کنه بازی نمی گه اشکو در دستا در سای ای استادا نشینین در جایی من رفتم درس میام صاحب کل سی دیگه من شکستان دن تک در. چرا نشنوین چرا که اگر شنیدی باز تجارت از او چی میشه؟ بند میشه باز تو وقتی که مریض شدی بر از او مردکه یک هزار نمیتی میری یک صدری پره به یک یتیم میتی و به الله سجده میکنی و سوره فاتحه رو سر مریضت میخونی الله بر شفا می شفا در قرآن است الله برد قریب است با اینا که او این ای کسایی که بود پرست بدن چه باز الله چی میگن یا چی, والدین یا چی میگفتن والذین اتخذوا من دونی اولیاء یا چی میگفتن میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مای ربادت ما عبادت نمیکنیم ما مشرک نیستیم ما پیش از یا که میریم یا خو دوستای خداست یا ما را به الله نزدیک میسازه این گپا را قرآن میگه میگه مشرکین میگفتن قرآن چی میگه میگه گپا را کی میگفتن مشرکین میگفتن ما پیش از دوست خدا الله ایمان داریم عقیده داریم ما هم باشه رو لکن خیلی چرا پیش ازی میریم ما پیش ازی میریم دوست خداست ای باز ما رو ما خود شرمنده هستیم الله در جوابش میگه که ان الله يحكم بينهم فيما فيه ما إن ان الله یقینا که الله یحکم و حکم میکنه بین هم در بینشان فی در فیما ما در آن چیزی که هم فیه یختلفون در اون چیزی که یا اختلاف میکنه ان الله یقینا که الله يحكم و باز روز قیامت الله حکم میکنه که کی مود بود کی مردم به وحدانیت الله دعوت میکرد و کی مردم به شرک دعوتمیکرلهیللهبافیهینستان الله یکم الله... بینهم در بینشان فیما همفییختلفونآناتلافمیکل اختلافکننلدرستستمرمببرن به قبرپرستبمربه ملوت در پایای مخلوق مردم پرتین به نام عالم دین سجده کنین سر مخلوق بر خود بر تواقید برین قانون مخلوق به قانون الله بین چه بارین بارین این ای دنیا دایمی نیست الله در روز قیامت چی میکنه بین از نماز میکنه بین از نماز فیصله میکنه ان الله باز الله باز چی میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار الله دروغگوی کافر کفار اگر از کفران نعمت گرفته شده باشه او کسی که الله نعمت قرآن برش داده قرآن نمیخونه الله به هدایت نمیده حق میفهمه قرآن پیشش است احادیث رسول الله برش پیشش است عقیده پیشش است این میگن الله میگه این الله لا یهدی من هو پس او کسی شما جگر خون نشید یعنی اگر دیدن که یک نفر با وجود آیات قرآن با وجود ازی هم باز به با مخلوق سجده میکنه باز هم دامات و آرسته میرن به قبر فلانی بر قبر ازی سای سجده میکنیم خب چیه فلسفیش هست چیه هست؟ تو مثلا سر از این قبر والله سر من یک مشکل داشتم رفتم توغای فلانی زیارت ها رو نو کدم مثلا امی توغا رو رفتی تو... توغ چی مانا؟ توغ در زبان فارسی چوب دوغ چی هست؟ چوب است نه؟ یک دستک است چوب خشک است خود تو میریم مثلا اون پوش کردی و بازو همون پوش هفته و زد الله هزی راضی میشه الله میگه ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کسی که یک متر تکر ناق مصرف میکنه برادر شیطان است چرا تو همی سه متر تکر توغ پوش میکنی؟ چرا برای یک یتیم کالا نمیگیری الله امر برای یک یتیم کالا بگیری خوب است یا یک چوب پوش کنی تکی زری بازو رو مفتا بزنه خراب بکنه کدامش یعنی عقل الله بر انسان نعمت علم داده علم انسان یک نعمت است عقل انسان دیگه نعمت است حس انسان دیگه نعمت است قرآن دیگه نعمت است از این نعمت ها استفاده بکو و شکل معقول حالا مثلا برو یک دونه چوب پوش بکو در سر چیز بود اون دو که بیای میگه خوب والا اون دو خنده میکنه اون دو میگه ما چوب که از هنر کار گرفتیم برای یک دان و بینی و قواره و لبسرین سرخی سفید اخت کردیم شما خود چوب خالی نه ها اون دو یکم که چی کرده سبحان الله یعنی میگه که زمان خطرش است که انسان عقل داره از عقل خود کار نمیگیره از خاطر امریکایی از عقل خود کار میگیره و قرآن ایمان میاره مسلمان خوب فکس میشه روسی بانا قاری سبه میشه ششتر قاری سبه تو بود چی گفت بود درست بشه نباش باز میگه شاید یکان تا بگم اخبار استاد کس تاریخ تر شده است آپدیت شده گی قاری سبه اول قاری سبه درست پیش محکمه رفته بودی؟ بله خب اینال بگو چرا محکمه رفتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم یکی از برادرای مب... اول خودش اسلام بله زو بره دیگه مردم وسیله هدایت میشه کې دیگره دعوت, دعوت میکنه به طرف اسلام د می زمون با یو خونوادي رابطه داره کې می خوای یو ازو د ښځه بگیره اول وره مسلمان ساخت نوم یې جینا ووت د ښځه روسیره د ښځه دعوت میکنه مسلمان می شه په اسلام د ښځه مسلمان می شه بس که شنو کار باز نام دمی دفتر گفتی چی بود؟ نام روسیش جینا بود جینا لی اتخالص شد بعدی ای بچه را وقت کارای دعوتی از زیاد شد ایر روسا خواستن که از خاک خود بکشن باز به با مادرش ایر را شش ماه پیش افغانستان ای آمد ای که آمد چند بار پیش استاد هم آمده بودن نیجم. باز خانه میزی گفت که من میرم اما وقت میخواست که امرای شوار خود یک جای بیه باز ای برش گفت وقت دیپلم شش ماه در مانده بود که دیپلم انجینری را بگیره بازی برش گفت خیر از تو خانه پدرت باش وقتی که دیپلم گرفتی باز اگه آمدی بیا باز دیپلم خود که میگیره باز میه یک تقریبا یک دو ماه پیش افغانستان آمد که حالا در منطقه دو جنبه خوش بغرا یک کوچه است بسیار یک کوچه خراب خانه سابقه خانه کنه در نموجه بیچاره در یک اتاق زندگی میکنه باز چند روز پیش مادیده میشه یک شب امرای استاد خانه شان رفتیم بدو میخص ک تهویت افغانستان میګیره باز روز چهارشنبه مأمروشافتم د دا دار الافتاح د دا طرف کارټینو دوږه بدو وخت ک یم یالم ازش پرسونکت ک کلمه بخ... سوره فاتحه را بخان قسمه خوان ک یم مفتی ګو فزموم کړه ته خوب خاندی باز او بیزاری خود از دیگه ادیان اعلان کړه باز بدین اسلام مشرف شده بود اما دوبارهجه بخاطر مګریفتن تذکریس دیگه برشتانه بوجه تبریکی داده ایم و انشالله صبح یا دیگه صبح مبارک شاید بر ما بتا خانه شاید ببرم یعنی می داستان یعنی این به اندازه یک خانه ما آمده بود امرای شوار شام و خوشوش بازی که همین قصه اسلام خدا میره بردم پیش خانم اولاده هم گفتم باش که بر از واق قصه کنن که وا چیز شوان وا که قصه زر شنیدن تا شنیدم که عشق میگشت ای با مو که چی میکرد دوباره اسلام گپ میزد و گفت که من از تو طفولیت که بودم گفت به امی برحنگی و به بی حیایی خوش نبودم چی مسلمان نبودم لیکن من زندگی حیوانی اونجا خوشم نمیامد که چرا قسم مثلا انسان باید باشه باز میگه وقتی که من کمی کلان شدم باز میگه وقتی که آمدم در مرکز روسیه به خلم بوجه و اطرافش بودن باز در مرکزش آمدن باز گفتم من مسلمان ها را دیدم و دیدم که این مسلمان های تاجکستان هستند که اینا چه قدر بسیار خوش برخورد و چه قدر پاک زندگی میکنن حتی گفتم می دیدم که یک مسلمان در دستش یک توتایک نان است مایه های نان بر دخانی مرچه میپرته یعنی حتی گفت همین گفت مرا متاثر ساخت است. حتی برای یک مرچه یا دلسوز هستن مسلمان گفت ایره ایره دیدم اید و دیدم که دخترک ها مکتب میان لباس دارن یا پرسار میکنم شما چی هست گفت ما مسلمان هستیم خب بالاخره ای یعنی قصه خدا قیکت و گپ جالبه که بسیار دو چیزش که من را بسیار در تحجیب انداخت یکی هست مردم افغانستان امیال سرشان هر برنامه که خارجی ها زمین مردم افغانستان بخواهی تدبیق بکنه فوران تطبیق میکنه مثلا عدد 39 آوردن گفتن عدد 39 39 39 عمل موتر بالا 39 داشته باشه موتر نمیخره دکاندار که در سر دکانش نمبرش 39 برسه میگه من یک چند یک دو ما دکان نمیگیره اصلا تا که 39 تر شوه یک روز من در یک تلویزیون خواستم گفتن استاد این باره عدد 39 چی میگن چه من گفتم من هر کسی که دیگه گپ عقیده داره که عدد 39 مثلا فحاشی چطور اصلا کلمات زش استعمال میگه من از پیش پرسان که مادر تو 39 ساله بود یا نبود خیلی مادر خود در سی و که چه قسم آدم بود پدر سی ساله بود نبود تو خود که بخیر سی ساله شوی خودت چی میشی؟ یعنی بسیار برادرای عزیز زیاد مشکل که در افغانستان است مشکل اعتقادی است دیگه یعنی دو سه آیت دیگه کسی رو باز الله دفتی آینده میخوانیم سر چیز دوستی های دیگه هم در باره همی مسئله تواصلی هست یا را هفته های اینده میخوانیم منتا بلی سیم الله <متصفح> الله 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 لا <سلام> اله الا الله محمد رسول الله الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ